سلام دوستای عزیز، به کانال ویدیو کوک خوش اومدین. من امروز میخوام براتون طرز تهیه سس کارامل رو آموزش بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: شکر 1 پیمانه، کره 1/2 پیمانه و خامه 1/2 پیمانه. برای شروع شکر رو داخل یک ساسپن ریختم و روی حرارت متوسط گاز گذاشتم. از اونجایی که شکر خیلی به دما حساسه و زود میسوزه، به صورت مداوم با کمک یک لیسک اون رو هم میزنم. بعد از گذشت چند دقیقه شکر به صورت حالت توده‌ای و گلوله‌ای شکل در میاد که شما اگر همینطور به هم زدن ادامه بدید، همینطور که در تصویر میبینید، شکر آب میشه. بعد از اینکه شکر کاملا آب شد، کره رو به قطعه‌های کوچیک‌تر تقسیم کردم و به شکر اضافه میکنم. در اضافه کردن کره خیلی باید دقت بکنید، به خاطر اینکه یهو شروع میکنه به حباب زدن و مواظب باشید که دستتون نسوزه. بهتره که 2-3 دقیقه هم بزنید، حتی امکان داره که ببینید که کره خوب حل نشده، ولی همین که ذوب بشه کافیه. بعد از گذشت 2-3 دقیقه خیلی آروم خامه رو اضافه میکنم و چون خامه خنک‌تر از ترکیب شکر و کرمون هست، به سرعت دوباره اون حالت حبابی ایجاد میشه. حالا اجازه میدم که این سس 1-2 دقیقه برای خودش بجوشه و غل بزنه و همین که حالت سرریز شدن بهش دست داد، اون رو از روی حرارت برمیدارم. در پایان هم حدود 1/2 قاشق چایخوری نمک دریا یا هیمالیان سالت میتونین بهش اضافه بکنین که هم خوشتمترش میکنه و همین که مدت زمان نگهداریش رو هم طولانی میکنه. شما میتونید این سس رو به مدت 10 روز الی 2 هفته داخل یخچال نگهداری بکنید و هر زمان که خواستید مقداری از اون رو استفاده کنید، کافیه که فقط چند ثانیه داخل ماکروفر اون رو گرم بکنید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و منتظر رسیپی های متفاوت با استفاده از این سس حتما باشید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و سابسکرایب کرده و عضو کانال بشید.